از پس سیم اول سیم دوم ما هست تا پرده سل در سیم اول استفاده شده، که اینها رو با هم میخونیم ر می می. تکرارها رو نمیخونم، ر سل فا، ر فا می، ر می ر، ر ر دو، و این دو با انگشت شست گرفته میشه که براتون توضیح خواهم داد. حالا اینجا رو دقت کنید، یک فاصله چهار میزانی رو ما اومدیم با یک عدد یک درون یک منحنی جدا کردیم و بعد دوباره دو. این به این معنی است که این حرکتی که اینجا انجام دادیم عیناً در یک نوت پایین تر داره تکرار میشه، یعنی که ما میخواییم بگیم که یک الگو داره تکرار میشه و شما راحت تر میتونید این تمرین رو اصلا حفظ بکنید و بهتر نوت‌ها رو پیش بینی بکنید. ر فا می، ر می ر، این ر به صورت واخوان، ر دو ر ر ر دو سی. دور بعدی پس یک دور از سل شروع کردیم، دور دوم رو از فا شروع کردیم، دور سوم رو از می، دور چهارم رو از ر، و نهایتا تمرین تموم میشه که به این حالت استولن سیکونس میگن. یعنی تمرین رو ما یک الگو رو در چهار مرحله یا احتمالاً کمتر یا بیشتر اجرا میکنیم. میبینیم که از ابتدا به چه صورت هست، این دور اول تموم شد، فا می ره ره دو دو سی، سی بمول اینجاست، جای پرده سی بمول رو میبینیم، با شست گرفتیم روی پرده چهارم رو سیم سوم. حالا دور سوم شروع میشه، می ره ره دو دو سی، بازم با شست. دور چهارم از ره شروع میشه، ره دو دو سی، اما لای آخر رو به چه صورت میزنی؟ انگشت دومتون رو قرار میدین روی پرده می روی سیم دوم و انگشت شست رو قرار میدین روی پرده سوم روی سیم سوم و همه سیم ها رو میزنید، چون سیم اولمون هم لاه و سیم سوم هم الان صدای لا رو در میاره و سیم دوم صدای می رو میده و این حجم صدایی خیلی قشنگ و زیبایی داره. حالا یک بار دیگه این تمرین میزنم، اما با این تفاوت که دیگه اون ر رو حذف میکنم، اون ر رو حذف میکنم و به جاش سکوت میذارم، این ر هایی که اول قطعه هست، یعنی حرکتتون رو روی دستی ساز. و حالا شما، من بهتون پیشنهاد میکنم همین تمرین رو یه نوت ببرین بالاتر، مثلا از لا هم شروع کنیم، مثلا حالا یه دور میرسه به سل، یعنی یک الگو رو تکرار میکنیم. مثلا میتونیم به جای نوت سیاهمون نوت چنگ بذاریم، مثلا بگیم حالا سل 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 فا 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 می 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 فا می 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 ر ر ر ر دو دو فا فا می 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 ر ر ر ر دو 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 سی سی می می ر ر ر ر دو 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 سی 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 لا لا ر ر دو 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 سی 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 لا 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 سی سی. و آخرش هم که بلافاصله میریم پرده لا و می رو با هم دیگه میگیریم از شست و انگشت دوم یا اول، هر دوش میشه. خب حالا تمرین بعدی ما یک قطعه ایست در دشتی که از کارهای خودمه، که این رو هم از فواصل دیگه ای شروع میکنیم و مینوازیم، به این صورت که پرده ها رو میایم در از ر به بعد استفاده میکنیم، ر می کرون فا سول لا، و همینطور پرده های پایین دسته سی بمول دو و ر که توی دستان شناسی باهاشون آشنا شدیم، که در ابتدای قطعه همونطور که میبینید هم سی بمول رو گذاشتیم و هم می کرون رو. این نشون میده که تا آخر قطعه می کرونه و تا آخر قطعه سی بموله. اینجا
با اینکه پایین دست است و یه مقدار پرده ها برای ما شناخته شده نیست، اما چون فواصل پرده ها یه مقداری نزدیک تر میشه، کار با اونها تا حدودی راحت تر. براتون میخونم از ابتدا. فا سول فا سول لا دو لا دو لا، ابتدا نکته‌ای که به ذهنم میرسه و حتما باید بگم و این نکته در کتاب صبریه‌نر که یک متد ترکی خیلی معتبرم هست تأکید شده روش، نحوه پوزیشن عوض کردنه به این صورت. ببینید، یک سه یک یک، فا سول فا سول لا لا دو لا دو لا. اضرابای راست و چپ رو هم فراموش نکنید. فا سول فا سول لا ری دو سی لا دو سی لا سول سی هم بماله لا سول فا سول لا. اینجا از شست هم کمک گرفتیم. خب لا روی سیم اول، سول روی سیم اول این پرده، همزمان با یعنی همزمان با اینکه ما دستمون روی لا و سول قرار داره، بدون اینکه موقعیت دست و جایگیری دست رو تغییر بدیم، شستمون روی پرده معادل قرار میگیره، سیم سوم که صدای فا رو میده. ببینید این نوت فاست که اینجا اجرا میکنیم. پس این میزان رو که در تصویر میبینید، لا سول فا سول لا، اینو جدا تمرین کنید. پنج نشانه شسته، مضرابای راست و چپ، راست چپ راست چپ، لا سول فا سول لا. حالا قسمت بعدی، لا سول فا سول لا سول فا سول لا لا سول فا می فا سول فا می فا سول سول فا سول فا می ره. پس به این صورت میزنیم. از ابتدا تا انتها این تمرین رو اجرا میکنیم. می کران سی بمول،